سلام به همه شما همراهان عزیز هویج، در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای هویجی. تخت‌ها و مبلمان باور نکردنی برای صرفه‌جویی فضاهای کوچیک. اگه دوست دارید متفاوت زندگی کنید و چیزهایی داشته باشید که با بقیه دوستانتون فرق کنه، یا اینکه خونتون خیلی بزرگ نیست و میخواین که فضاهای خونتون رو مدیریت کنید، پس این ویدیو رو تماشا کنید. اگه دوست داشتین ما رو توی اینستاگرام که آدرسش رو گوشه صفحه مشاهده میکنید فالو کنید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و دکمه اشتراک رو بزنید و زنگوله رو فشار بدید. تو ادامه این ویدیو با هویج همراه باشید. شماره 1، مکعب زندگی. طراحان مدرن روش‌های مختلفی برای مبله کردن فضای زندگیتون پیشنهاد میدن. جالب توجه ترین ها اونایی هن که هم زیبا به نظر برسن و هم از کل فضا خیلی خوب استفاده کرده باشن. مثلا در مکعب زندگی انواع کشوها و قفسه وجود داره. توی اینجا میتونین کتاب، ضبط صوت، تلویزیون و حتی لباساتون هم بذارین. در انتهای مکعب زندگی یک نردبون هست و یه دری هم داره که میتونین به داخل مکعب برین. این اتاق کوچیک انباریه. سازندگانش ادعا میکنن که طرحشون تنوع داره و توی مکعب میتونه یه رختکن یا حموم هم باشه. در طبقه بالای مکعب محل استراحت یا گذاشتن وسایل یا همونطور که میبینی میتونه جای خواب باشه. شماره 2، اسپیس آپ پاریسوت. امروز اسپیس آپ پاریسوت اولین راه حل صرفه‌جویی توی فضاست و برای اتاقای مناسبه که سقف بلندی داشته باشند. این تخت فرانسوی کوچکترین تختیه که وجود داره ولی فضای زیادی داره. اول از همه به دو طرف تخت نگاه کنید که قفسه هایی با اندازه های خوب داره. کتاب، لوازم آرایشی و بهداشتی و چیزای دیگه در اونجا جا میشن. البته تخت های زیادی با طراحی شبیه اون وجود داره. مدل اسپیس آپ پاریسوت ویژگی خاصی داره که اونو از رقباش متفاوت میکنه. توشک به بالا جمع میشه و زیر اون 2-3 متر مکعب فضا وجود داره. این فضا چند کشو داره. در این فضا حتی میشه چیزای بزرگ مثل چمدون و لوازم ورزشی هم گذاشت. مکانیزم لوله ها با دقت طراحی شده. وقتی تخت بازه، فضای داخلش جای کافی برای یه نفر داره. اسپیس آپ 3 بخش در یک مجموعه است، یعنی یه تخت، یه پاتختی و یه کمد. شماره 3، قفسه های اسلامبر. کسایی که در یه آپارتمان کوچیک یه خوابه زندگی میکنن مشکل کمبود جای خالی دارن. شرکت سنگاپوری اسپیس من برای این مشکل یه راه حل پیشنهاد کرد. یه مبلمان 2 منظوره که برای هر خونه امروزی ضروریه. یک میز تلویزیونی که در عرض چند ثانیه تنها با یه حرکت ساده تبدیل به یه تخت 2 نفره میشه. دقت کنید که چیزای شکستنی مثل گلدون و لیوان روی قفسه هاست و جاشون امنه. این میز قسمت‌های چرخنده‌ای داره و جای چیزایی که روی قفسه هاست تغییری نمی‌کنه و میتونین با خیال راحت چیزای گرونم روی قفسه ها بذارین و نگران افتادنشون نباشین. وقتی این تخت رو می‌خرید دیگه لازم نیست به پارتیشن بندی اون فکر کنین. در واقع در یه آپارتمان یه خوابه هم اتاق نشیمن دارین و هم اتاق خواب. شماره 4، مبل کالیدوا. این مبل یه مبل تبدیل شونده است. وقتی تا میشه هیچ فرقی با یه مبل 2 نفره نداره و اگه بخواین تبدیل به یه تخت میشه. جایی که قبلا قسمتی از دیوار بود در واقع یه تخت تاشوی دیگه است. این تخت لبه های نرمی داره و از کسی که روی اون میخوابه محافظت میکنه. در بالاترین قسمت این مبلمان یه قفسه وجود داره. شماره 5، آشپزخونه هوشمند.
آشپزخونه جایی که افراد بیشترین زمانشون توی خونه رو توی اونجا میگذرونن. پس باید تا حد ممکن راحت و کاربردی باشه. این آشپزخونه جالب توسط متخصصان یک شرکت ایتالیایی به نام فیلیگرانا ساخته شده. هر متر از فضای این آشپزخونه مزایا و ویژگی‌های فوق‌العاده زیادی داره. کشوها با کنترل باز میشن. از فضاهای کنج بی استفاده کاملا استفاده شده. صفحات بیرونی رو میشه به راحتی برداشت و به آسونی تمیزشون کرد. کشوهای یخچال شبیه بقیه قسمت‌های آشپزخونه است و درست زیر میز کار قرار دارن و میتونین سریع‌تر خوراکی‌ها رو توی یخچال بذارید یا از توی اون در بیارید. کشوها قبلا به بخش‌های مجزایی تقسیم بندی شدن و در نتیجه خیلی راحت میشه لوازم آشپزخونه رو مرتب و منظم کرد. این طراحی مدرن و از نظر تکنولوژیکی پیشرفته است و جاهایی برای شارژ بی سیم داره. شماره 6، زندگی هوشمند. در نگاه اول به نظر میرسه طراحی مبلمان شرکت اکسیو شبیه طرحایی که قبلا نشونتون دادیمه. جایی که تلویزیون توی اونجا قرار داره دو منظور است. اما زندگی هوشمند این امکان رو به شما میده که از فضاهای اضافی جور دیگه‌ای استفاده کنید. این مبلمان برای خونه‌های طراحی شده که فضای کافی برای اتاق خواب مجزا داشته باشن ولی برای ناهارخوری فضا وجود نداشته باشه. صفحاتی که به تلویزیون متصله رو میشه برداشت. در پشت اونا قلابایی وجود داره که صندلی‌های تاشو به اون آویزونه. توی قسمت‌های پایین‌تر یه میز تاشو هست. در عرض چند ثانیه اتاق به طور کامل تغییر شکل پیدا میکنه. البته میتونین توی قفسه ها چیزای دیگه ای هم بذارید. مثلا چیزایی که نمیتونین جای دیگه بذاریشون. شماره 7، بریکینگ باکس. تمام مبلمانی که میبینین توسط هنرمندان و طراحان شیلی به نام سباستیان ارازوری ساخته شده. در اواخر ژانویه تا اوایل مارچ سال گذشته اثر هنری در نیویورک به نام بریکینگ باکس عرضه شد که بیشتر شبیه یه مجسمه بود تا مبلمان و به شکل مبتکرانه‌ای ساخته شده بود. بریکینگ باکس بیشتر شبیه دکوراسیون بود ولی در واقع کمدی برای گذاشتن چیزهای کوچیک بود. این قول بزرگ در نگاه اول کابینت تاشویه که جای زیادی نمیگیره. به خاطر طراحی بسیار خوبش 10 تا کشو داره و مناسب اتاقای کوچیکه که فضایی برای باز کردن کشو نیست. بخشای این کابینت به همدیگه وصلن و با یه حرکت چرخشی باز میشن. شماره 8، کمد کوچیک اوری. همه ی آدمای امروزی رویای داشتن یه رختکن رو دارن. اتاق خواب ها معمولا تنها میتونن به اندازه یه تخت و یه جارختی استاندارد فضا داشته باشن. اوری لیوینگ شرکتیه که هدفش توسعه مبلمان تبدیل شوند است. توی نوامبر سال گذشته متخصصین این شرکت طرح جدیدی رو ارائه کردن. این طرح رختکنی بود که در هر اتاق استانداردی جا میشد. کمد کوچیک اوری در حالت جمع شده جای زیادی نمیگیره. توی اطرافش کشوهایی وجود داشت که یکی از اونا انقدر بزرگ بود که یه تلویزیون یا تابلوی بزرگ توی اون جا میگرفت. در حالت باز شده یه میز جمع و جور اما کاربردی بود. اگه دکمه رو فشار بدین بخشایی از این کمد شروع به جدا شدن میکنه. در داخلش قفسه و کابینتایی هستش که کفش‌ها و لباس‌ها رو میشه اونجا گذاشت. این کمد جوری طراحی شده که با اپلیکیشن‌های موبایل یا اسپیکرهای هوشمند هم کار می‌کنه. این کمد میتونه به عنوان یک کتابخونه کوچیکم استفاده بشه و یا در ادارات برای بایگانی اسناد و مدارک به کار بره. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو تو انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج حواستون رو داره.